پولی که استفاده میکنی این حسابی که داری پاشنه یه پاشنه آشیلی یعنی خیلی راحت مثلا اگه شما حساب بکنی اون حساب بانکیت رو میبندن و شما دیگه از زندگی ساقط میشین الان اگه مثلا حسابی یه نفر رو ببندن این دیگه کاری دیگه نمیتونه بکنه واقعا یه موقعیت خیلی بدی واسش پیش میاد ولی ما الان خوشبختانه بیت کوین رو داریم و میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم ببین بیت کوین کامل نیست این رو هممون می‌دونیم میدونیم که کامل نیست ولی خب ساختارش طوریه که میشه بهبودش داد کما اینکه روز به روز یعنی افرادی هستن که دارن روش کار میکنن این رو مقیاس پذیرتر بکنن مشکلاتش رو برطرف بکنن چیزی که ما الان امروز به اسم بیت کوین میشناسیم قطعا با بیت کوین ده سال پیش خیلی فرق داره درود همراهان همیشگی گرد آتش امروز با استوپید ریسکس در خدمتون هستیم و میخوایم در مورد بیت کوین و بسیاری موضوعات دیگه ای که به بیت کوین ربط پیدا میکنه صحبت بکنیم که شاید در نگاه اول به نظر اینها مرتبط نیان استوپید ریسکس احوالات سلام همه عزیز منم هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکستت خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من دادی با هم یه گپ و گفتی با داشته باشیم در مورد لزوم استفاده از بیت کوین برای ایرانیا خب میخوای اول در مورد آشنایی خودت با بیت کوین بگو و بعدا وارد این موضوع بشیم که چرا بیت کوین برای ایرانیا اهمیت داره اه، واقعیتش آشنایی من با بیت کوین خیلی تصادفی و از سر کنجکاوی بود یعنی اینطور نبود که از حالا نیاز باشه مثلا نیاز داشته باشم پولی ارسال کنم که برم سراغ بیت کوین خیلی خیلی تصادفی بود من یه زمانی خب تقریبا سه چهار سال پیش ترید رو شروع کردم و تو البته بعد توی کانالی بودم که ام. یه لینکی گذاشتن از یکی از بچه های فکر کنم کامیونیتی باشه همین رزا چنل هیچ نمیدونم دیدی یا نه بعد هم. یه جلسه ای داشتن اون روز بچه های بیت کوین در مورد تپروت بود آپدیت تپروت بعد خب من خیلی کنجکاو شدم برم ببینم که این داستان چیه بعد اون روزم رفتم تو جلسه و خیلی واسم اصلا عجیب بود یعنی حرفایی که میزدن هیچ کدوم رو نشنیده بودم در مورد اجماع میگفتن نمیدونم اثبات کار میگفتن قبلترش اسم بیت کوین رو من شنیده بودم سال 2016-2017 ولی اصلا به صرافت این نفته که برم حالا بفهمم چی هست بعد اونجا حالا بچه ها رو دیدم زیا استمد اینا و بعد یادمه که لینک کانال هاشون رو تو اون ویدئوی که ضبط شده بود بعدم پیدا کردم و عوض شدم حالا جسته گریخته میخوندم و اینکه پارسال شد گذشت تا رسید به پارسال هیچ وقت جدی نرفتم سراغش به اون تایم پارسال بود تو اون بهبوهه اعتراضات و یک کمپینی را افتاد اگه یاد باشه به اسم بیرون کشیدن پول از بانک ها یا درسترش این میشه که بیرون کشیدن از ریال و خب اون موقع من خیلی تلاش داشتم که حالا تو اون صفحه شخصی اینستاگرام مثلا صحبت می‌کردم در مورد مدنگ... اینکه کار چقدر مهمه چقدر مثلا میتونه ضربه بزنه به حالا سیستم و به خود مردم هم کمک کنه چون اون موقع دلار همینطوری داشت میرفت بالا و اینکه حالا در مورد مثلا میگفتم وارد طلا بخرید بیت کوین بخرید ولی خب یه مسئله که وجود داشت این بود که مثلا چیزی مثل طلا یا دلار رو اگه مردم میخریدن بعد موقع مبادله وقتی میخواستن حالا یه کالای چیزی بخرن این رو دوباره باید تبدیلش میکردن و این تو گردش معاملاتشون ثبت می‌شد، تو شبکه بانکی ثبت می‌شد. بعد یادم یه روزی تو گروه سیمرغ در مورد لایتنینگ صحبت بود من, من یه سوال پرسیدم یکی از دوستان اومد توی پیوین و گفت که آره ما یه کانالی داریم که تخصصی در مورد لایتنینگ صحبت می‌کنیم. خب من اول فکر کردم از این چیزای اسپم و مثلا تبلیغات شت کوین و ولی خب از اونجا که خیلی کنجکاو بودم دوباره عضو اون گروه هم شدم گروه پیشن بود و دیدم که چقدر بچه ها تخصصی دارن مثلا در مورد مفهوم صحبت میکنن و به صرافت این افتادم که حالا برم در موردش تخصصی در بخونم یه چند تا ویدیوهای زیاد رو نگاه کردم و یک هایی اون ایده تو ذهنم شکل گرفت که واو مثلا این راه حل این مشکل این حالا که تو ذهنم بود دقیقا یعنی قبلا کشف شده قبلا پیدا شده و افرادی هستن که دارن این رو استفاده میکنن افرادی هستن که دارن آموزش میتن و خب از اون موقع خیلی جدیتر شروع کردم که در مورد خود حال فلسفه بیت کوین و اینکه تاریخچه پول یکی از ویدئوهایی که خیلی تاثیرگذار بود رو همین دو تا ویدیویی بود که زیرنویس کردم مال سینا بود <applause> خیلی خیلی قشنگ واقعا توضیح داده بود این داستان پول رو و من کامل دیگه شیر فهم شدم بعد اون موقع خب شروع کردم در این حید داشتم یه سری صحبت ها رو میکردم تو صفحه شخصی اینستاگرامم و خب یه روز یکی اومد گفت که تو چی میگی مثلا نمیتونم مینویسی لایتنینگ نمیتونم تراکنش اینجوری اینا مثلا اصلا نمیفهمیم بعد یه به خودم اومدم که واو اصلا این چیزی که حالا من رفتم دنبالش و از سر کنجکاوی و علاقه رفتم خوندم خیلی اصلا اطلاع ندارن اصلا نمیدونن همچین چیزی هست مثل خود من قبلا بعد دیگه این کارالی که میبینی و حالا راه اندازی کردم و سعی کردم از چیزهایی که حالا بچه ها قبلا تولید کردن گلچین کنم یه سری محتوا ها رو حالا خودم تولید کنم یه سری چیزها رو ترجمه کنم و سعی کردم اینو فراگیر کنم دیدم هم این بود که خیلی سریع میتونه این حالت اسکیلبل به خودش بگیره خیلی فراگیر بشه ولی خب در واقعیت اینطوری نیست یعنی هنوز خیلی خیلی اون تعدادی کسایی که نمیدونن تعدادی کسایی که اصلا لزومی نمیبینن به استفاده از این ابزار خیلی زیاد هست و خیلی کار داریم ما خیلی کامیونیتی بیت کوین جا برای کار دارن که انجام بدن تا این رو به یه مرحله واقعا فراگیری برسون در مورد لزومش توی ایران چه صحبتی داری؟ چرا واسه یک فرد ایرانی باید اهمیت بیشتری داشته باشه بیت کوین؟ ببین واقعیتش یه فرد خارجی شاید اونقدری واسه این مسئله حیاتی نباشه مسئله بیت کوین یعنی شیبش که می شاید روست. به این تندی نباشه مثلا از لحاظ آره. تورم رو فقط در نظر بگیری خیلی موضعات دیگه ای هست که مثلا مردم کانادا باش مواجه شدن درست هم بسته شدن حسابشون ولی خب اینجوری نیست که شب میخوابی صبح بیدار میشی میبینی سرمایت نصف شده به این شدت نیست دقیقا یعنی یکی همین بحث تورم و اون شیبش هست و بحث دیگه این که تو ایران من معتقدم ما با یه حکومت طرف نیستیم با یه اتخلاف کاره یه دشغالگر طرفیم که اینا هر تصمیم بخوان یه هویی میگیرن مثلا تصمیمات اخیرشون یکی این لایهه هجاب حالا نمیدونم اجرایی شده هنوز نه خیلی راحت میتونن حساب افراد مثلا بی هجاب رو ببندن و هر مقداری خودشون خواستن ازش کسر کنن یا در مورد بحث مالیات کسی مثلا مالیات نده خیلی راحت این حسابش رو میبندن و قوانین خلق و سایی که یه هایی مثلا شب میخوابی صبح بلند میشی تصویب شده و اصلا تو نمیتونی برنامه ریزی بکنی برای نمیدونم سه ماه بعد شیش ماه بعد خیلی سرعت تغییرات زیاده توی ایران و خب میگم این بحث اولین داستانش همین تورمه که ما باید دائم یه کاری بکنیم که از اون تورمه عقب نیفتیم یعنی یه چیزی رو ما باید بخریم ذخیره بکنیم که از اون تورمه عقب نیفتیم و حالا گزینه هم که هست تو ایران همون بازار سنتی املاکه بعد نمیدونم طلا دلار ایناست و بعد میاد بیت کوین خب هر کدوم از اینا یک سری مزایای خودش داره خود... بدیهای خودش هم داره مثلا بحث ملک خیلی تو ایران این باور جا افتاده که آره ملک مثلا چیز خیلی سیفیه بود و اصلا ریسک نداره در صورتی که یه ریسک خیلی بزرگی که تو ایران در مورد ملک وجود داره بحث نقد <applause> یعنی من افراد زیادی رو میشناسم که اینها میخوان مثلا الان مهاجرت کنه خارج از کشور و میخوان ملکشون رو بفروشن ولی مشتری نیست که حالا بیاد به اینا کش بده به اینا پول نقد بده و اینا بتونن ملکشون رو بفروشن در بهترین حالت افراد میخوان ملک ها رو با همدیگه معاوضه بکنن یا با کاله های دیگه مثلا ماشین این چیزا اون نقدینگی اصلا تو جامعه وجود نداره و بحث دیگه هم اینه که مثلا شما یه ملک رو وقتی میخرید و میخواید بفروشید نمیتونید اون جز جزش بکنید یه موقع مثلا یه تیکش نیاز داشتید نمیتونید یه تیکش بفروشید ولی خب بیت کوین خیلی تقسیم پذیری زیادی داره در این مورد مثلا طلا هم حالا تا حدودی همینجوری هست بعد ریسک های دیگه که مطرح میشه یکی ریسک نگهداریه مثلا یه چیزی مثل طلا رو خیلی راحت با دستگاه میتونن پیدا بکنن یه موقع بیان خونه یک نفر ولی بیت کوین رو حالا من معتقدم اگه کسی اون نکات امنیتیشو دقیق و اصولی اجرا بکنه خیلی ریسک نگهداریش از طلا کمتر هست <applause> بعد حالا بحث تورم رو گفتم بحث دیگه این مالیات است که حالا روزافسون همینطوری درصدش هم بیشتر میشه پله کنی درصد میذارن و افراد خب مجبورن یعنی به صورت مستقیم از حسابشون کم میشه کارت که کارت میکشن کارت به کارت میکنن چه حالا اون مالیاته چه حالا کارمزدای جانبی مثل کارموزه کارتخان نمیدونم نقل و انتقالات و همه اینها در نهایت میره تو جیب یه سیستمی که این سیستم خودمون میدونیم با این پول چی کار میکنه یعنی الان دیگه واسه همه فکر کنم واضح باشه که این پول ها بعدا چه اتفاقی میفته و چه علیه خودشون استفاده میشه در مورد همین لاهی لایه هجاب گفتی من یادم خیلی ماه پیش در مورد یه واکنش نشون دادم به این خبری که منتشر شد و یه آخوندی گفته بود که ما به جای که بخوایم چیز بکنیم گشتر داشته باشیم میتونیم اینا رو جریمه نقدی بکنیم از حسابشون کم بکنیم و اینها وقتی که یه نظامی چنین کنترلی بر پول شما داشته باشه خب مطمئنا دست شما زیر ساتور اونهاست و خیلی لزوم داره که بتونید از اونها یه اهرام فشار رو از دست اونها بگیرید حالا ما میگیم بیت کوین ولی کسی که باهاش خیلی راحت نیست شاید توی سنای بالاتر این مسئله بیشتر بروز پیدا بکنه و بیشتر مرتبط باشه این از که به هر حال شما اون ریال رو ریال رو توی حساب بانکیت نگه ندار اون رو تبدیل بکن به یک چیزی که ارزش داره و نقشبندگی آسون تری داره خونه خب واقعا ملک و اینها آسون نیست حالا پیشنهاد من شاید مخالف اون باشی اگر مخالفتی داری بگو مثلا دلار هم دلار کاغذی هم میتونه گزینه نسبتا خوبی باشه که اینها بتونن قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن نه بعد قبول دارم موافقم که حالا دلار هم گزینه خوبی هست البته دلار یه محدودیت هایی داره مثلا اینکه اسکناس دلاری که ما داخل ایران داریم اول اینکه تعدادش اونقدری نیست که بتونه نیاز همه رو ساپورت کنه دوم که اسکناس های دلاری که ما داخل ایران داریم اکثرا 100 دلاری و 50 دلاریه یعنی شما مبالغ زیر 50 دلار بخوای خرید بکنی نمیتونی از اون دلار استفاده کنی ولی لازمه این که بتونیم بیت کوین رو راه بندازیم واقعا باید اینجوری باشه که همه با یعنی بیت کوین رو بخوایم استفاده بکنیم باید بیشتر سعی بکنیم در فراگیر کردنش باید مثلا استفاده از لایتنینگ و اینها رو به افراد آموزش بدیم که راحتتر بتونن از اون واسه خریدهای تر هم استفاده بکنن و فروشگاه های مختلف هم این امکان رو در اختیار مردم بذارن در اختیار خریداراشون بذارن و شاید یه, یه کاری میبره این یه زمانی هم میبره تا بخواد این کار رو انجام بدیم ولی خیلی مهمه که بتونیم این احرام فشار رو از دست اونها بگیریم و حالا با آموزش با گاهی رسانی این زیر ساخت رو مهیا بکنیم در ادامه همین من یه کامنتی اضافه کنم به yeah? صحبتات؟ دقیقا منم معتقدم این پروسه خیلی زمان mm -hmm. و نمیشه تو اون موقعیت بحرانی که پیش میاد تازه مثلا مردم به صرافت این بیفتن که آره حالا برن بیت کوین بخرن، دلار بخرن و شروع کنن این رو اضافه کردن. یعنی باید مواقعی که مثل الان اوضاع به نظر آروم میرسه، برن سراغ این که اضافه کنن حداقل به صورت آپشنال یک نفر که حالا مغازه‌ای داره کافه ای داره باشه هر چیزی داره به صورت آپشنال این رو در کنار حالا اون کارت خانش اضافه بکنه و یه مشوقی هم حالا در نظر بگیره واسه مشتریایی که از این روش استفاده میکنن یه تخفیفی چیزی چون در بلند مدت هم به نفع خودش هست از اون بابت که حالا توی گردش معاملاتی ثبت نمیشه و مالیاتی نمیده و هم به نفع اون مشتری هست <applause> چون در بلند مدت ما میدونیم که بیت کوین سعودیه و نسبت ریال به دلار نزولیه این یه چیز واضحیه و ثابت شده حالا یه شکی یه فرد میتونه نسبت به دلار رو بیت کوین بکنه میگه گی... حالا مثلا میگه بیت کوین خیلی قیمتش بالا و پایین میشه ولی قسمت قیمت ریال به صورت سقوط آزاد فقط به سمت پایینه یعنی واقعا نیازی به زمان گذاشتن به توضیح این مسئله برای کسی نخواهیم داشت به نظر من شاید این مانع توی جامعه مثل ایران کمتر باشه خودت چی فکر میکنی در این باره؟ نه به نظر منم این واضحه یعنی اینکه حالا ممکنه یک نفر مثلا تو اون سقف قیمتی دلار پارسال مثلا رو هزار تومان دلار خریده باشه الان داخل ضرر باشه ولی بحث بلند مدته بحث اینه که مثلا ده سال پیش این موقع هر دلار آمریکا هزار تومن بود و الان پنجاه هزار تومنه یعنی تقریبا 98 درصد ریال به دلار سقوط کرد پس این یه چیز بدیهیه که این یه شت کوینه این یه چیزیه که مدام داره آب میره مثل یه تیکه یخ کل نقدینگی که دست جامعه است شما اگه فرض کنیم به تیکه بزرگ یخه این مدام داره آب میره و خب از اون قسمتش که آب میشه اون استفاده هایی رو میکنم که نباید بشه و علیه خود این مردم یا علیه خود مردمه یا بیرون کشیدن سرمایه از دست خود دلیاه. مردمه مثلا یادم بعد از برجام خیلی حالا خود من هم به غلط امیدوار بودم که خیلی شرایط بهتر بشه و اینها و خب واقعا اینجوری بود که اینها با هواپیما پول فرستادن به ایران پول اسکناسی کاغذی رو فرستادن به ایران و اینها و خب اون پول رو چقدرش صرف مثلا راهها کردن صرف مدارس کردن به نظر من فقط واسه جنگ آفرینی استفاده کردن حالا نظر من تنها هم نیست میشه گفت که خیلی بخش بزرگ از این جامعه میبینی که واقعا گزینه ای جز این حالتی به جز این وجود نداره احتمالی به جز این وجود نداره اگر این پول ها خرج روز. خودمون شده بود خیلی وضع بهتری می داشتیم ولی این پول توی یک نهاد مرکزی هست این حالی مسئله ای هست که با دولت به طور کلی میشه داشت و یه دولتی هم ام. که هیچ گونه شفاقیت نداره خیلی راحت این پول رو میاد واسه هر کشور دیگه ای واسه جنگ افروزی در هر جا برای حمایت از هر گروهی استفاده میکنه و از ذخایر ارزی خودش کم میشه واسه اینکه مردم رو با این توهم رو برو بکنه با این, توهم رو در مردم القا بکنه که همچنان اون پول قبلی رو داره مثلا مد... معلم ها رو میخواد حقوق بده میاد اون عدد رو توی حساب بانکیشون اضافه میکنه سال ماه قبل مثلا یک میلیون تومان میگرفته حالا هم یک میلیون تومان اون عدده توی حسابش هست ولی بس. الان اگر که یه صورت رو در نظر بگیریم که یه کس رو در نظر بگیریم که صورتش ریال ایرانه و مخرجش اون ذخایر ارزی اون هاست، این صورت داره همینجور افزایش پیدا میکنه و اون زخایر ارزی هست که هی داره ازش کم میشه آب میره به قول خودت خود گفتنی و اینجوری هست که هی ارزشش کمتر و کمتر میشه حتی اگر اون عدد به صورت ثابت نگه داشته بشه به اون واقعیتش اینه که خب اون ساختار پول فیات که کلا مشکل داره یعنی کلا ریسک این رو داره که ازش سوء استفاده بشه این یه چیز ثابت شده یه تو همه دنیا تو همه دنیا تو همه دولت ها کشور ها هم، همین جوره خب حالا تو این ساختار معیوب و ساختاری که مشکل داره رو دادی دست یه عده جنگ یه عده اوباش چون به نظر من ما با یه حکومت طرف نیستیم <applause> جمهوری اسلامی تو ابعاد گسترده گروگانگیری میکنه مواد مخدر تولید میکنه نمیدونم تروریست پرورش میده یعنی هر کاری که این خلافکارای مثلا تو این محله ها خیلی در داغون انجام میدن این تو به صورت سیستماتیک و گسترده داره انجام میده این یه چیزیه که دیگه حالا میگم این ساختار رو این سیستم فیات شما دادی دست اینا و اینا هر کاری بخوام باش میکنن خیلی راحت هیچ مانعی واسه شون وجود نداره و من تعجب میکنم که یه عده اصلا یه از مردم خودمون متوجه نیستن اینو که اشغال شدن یعنی رفتارهاشون طوری هست که انگار با یه حکومت دموکراتیکی طرفن که این حالا یه قسمتش ای پیدا کرده و باید مثلا اون قسمتش که سالمه بیاد به این به داده این قسمتش برسه و اصلاح بکنه این رو از رفتارهاشون میبینیم مثلا مردمی که نمیدونم واسه یه داستان اعتراضی میان پتیشن امضا میکنن مثلا کمپین های اینجوری میزنن اتفاقایی که توی سیستم دموکراتیک جواب میده نه تو جایی مثل ایران تو به... همون دموکراتیک دموقراتی... هم به, به زور جواب میده می تو, تو اون هم به زور جواب میده اینکه مثلا بیای بگی که آره این قسمت از سیستم مشکل داره اینجا مثلا اختلاص شده حالا کی جواب گوه اصلا این واسه شو مهم نیست بحث آبروی مثلا نمیدونم تو سطح جهانی اصلا مطرح نیست بحث اینکه بفهمن چه تعداد روز روشن میان قشنگ سلاح شیمیایی استفاده میکنن توی شهر میان میکشن بعد خانواده مثلا کسایی که کشتن و حالا گروگان میگیرن بعد زندانی میکنن یعنی اصلا واسه شون مسئله ای نیست هیچ اهمیتی واسه شون نداره چقدر تلفات چقدر چه کسافتکاری های انجام بدن هیچ خط قرمزی واسه شون وجود نداره بعد با این سیستم با یه همچین گنگی نمیشه از اون چیزای نرمال استفاده کرد از اون روش نرمال استفاده کنی اگر بخوایم واقعا به آزادی برسیم مثلا این پتیشن اینا واقعا مسخره است که بخوایم توی ایران توقع داشته باشیم که کسی پاسخگو باشه به این پتیشن در مورد همین چیزی که گفتی به طور کلی موضوعاتی که گفتی من یه یادداشتی هم توی چیه... تلگرام گذاشتم که تاریخی که هیچ وقت تکرار نشد وقتی که ما توی دوران ابتدایی می اومدیم چیزای تاریخی می خوندیم همیشه وقتی که می گفتن دل... دلیل سقوط ساسانیان چی بود سامانیان چی بود هخامنشیان چی بود هر کدومشون که می بلا استثناء میتونستی تونستی بنویسی نارضایتی مردم چون اون موقع واقعا اگر که مردم ناراضی بودن اینجوری پول کاغذی چنان رواج توی دنیا نداشت که بخواد مردم رو پابند خودش بکنه و خیلی وابسته بکنه به دولت و اون حکومت بتونه اون کاغذ رو تعدادش رو بیشتر بکنه مجبور بود توی طلا دست بیاره که به مراتب سختتر بود چون که ماها اون موقع های سالم تری داشتیم اگر که دولت میخواست که همون مردم سرکوب بکنه باید یه سریا رو پول میداد حالا چه از میون خود همون مردم همون خطه چه از به مزدور از جاهای دیگه بگیره و بخواد بهشون پول بده ولی الان اگر که بخواد این کارو بکنه همون مثال قبلی که زدم همون توضیح قبلی که دادم از ذخایر ارزی خودش میتونه کم بکنه واسه خرید سلاح واسه یه خرید سرکوبگر و همچنین میتونه اون عدد رو هر ماه به افراد جدید اضافه بکنه بگه که اوکی شما حالا میین توی مدت سرکوب انجام میدین ما به شما ده میلیون میدیم و اون عدد رو به حساب اونا چون که این سیستم کلا دست خودش فقط یه عدد میتونه اضافه بکنه اون عدد رو خیلی به راحت اضافه میکنه و اون نیروی سرکوبگر هم واقعا شاید فکر فردای خودشه یا فکر اینه که صبح امروز خودش رو شب بکنه فکری به این نداره که واقعا شیش ماه دیگه همون پولی که دریافت کرده و به خاطرش این همه جنایت ها رو کرده اون ارزش رو نداره و چون که ما با دولتی سرکار داریم و دولت هایی سر سرکار داریم که این اختیار رو در مورد پول دارن توی هیچ جای دنیا الان ما این اتفاق رو نمیبینیم که تکرار بشه این نارضایتی مردم به جایی برسه متاسفانه اینجوری هست که دولت ها سلاح بسیار به مراتب قوی تری دارن و مردم رو به رگبار میبندن راحت صداشون رو میبندن پلتفرماشون رو میبندن حالا سرکوب از هر نوعی باشه چه حذف اونها باشه چه بستن صداشون صداشون باشه از طرق مختلف این کار رو میکنن و هر جا هم که ما میبینیم حکومت دیکتاتوری هست همچنان به صورت دیکتاتوری داره پیش میره ایران و خودمون یه مثالشه خیلی کشورهای آفریقایی یه مثال دیگرش هستن و تا زمانی که ما این اهرام فشار رو از دست دولت نگیریم نمیتونیم قدرت آنچنان داشته باشیم سلاح رو نمیتونیم از دست اونا بگیریم سلاح به خودمون نمیتونیم بدیم واقعا یه کار غیر ممکنه ایه. اما میتونیم این یکی سلاح اقتصادی رو ازشون بگیریم به تدریج دقیقا یعنی شما وقتی میخوای مبارزه بکنی خب این پولی که استفاده میکنی این حسابی که داری یه پاشنه آشیلی یعنی خیلی راحت مثلا اگه شما اعتصاب بکنی اون حساب بانکیت رو میبندن و شما دیگه از زندگی ساقط میشین الان اگه مثلا حساب یه نفر رو ببندن این دیگه کاری دیگه نمیتونه بکنه واقعا یه موقعیت خیلی بدی واسش پیش میاد ولی ما الان خوشبختانه بیت کوین رو داریم و میتونیم از این ابزار استفاده بکنیم یعنی بیت کوین کامل نیست این رو هممون میدونیم که کامل نیست ولی خب ساختارش طوریه که میشه بهبودش داد. کما اینکه روز به روز یعنی افرادی هستن که دارن روش کار میکنن این رو مقیاس پذیرتر بکنن مشکلاتش رو برطرف بکنن چیزی که ما الان امروز به اسم بیت کوین میشناسیم قطعا با بیت کوین ده سال پیش خیلی فرق داره چرا چون این ساختار اون پیریزیش جوریه که سالم بوده و میشه بهبودش داد ولی اون پول فیاتر خوب نمیشه اصلا که... کنترلش دست مردم نیست اصلا شفافیت نداره عقیقا. که ما بتونیم به کدش نگاه بکنیم دقیقا پس یه طرف گزینه ما یه چیز سالمی داریم که حالا کامل نیست ولی داره کاملتر میشه یه طرف از یه چیزی داریم که به وضوح ناسالمه و ازش استفاده اشتباه هم میشه پس قاعدتا ما اگر بخوایم مبارزه بکنیم با سیستم مجبوریم از این ابزار استفاده بکنیم یعنی لازمه چیزی نیست که از سر تفریح از سر مثلا کنجکاوی صرف بریم سراغ چیزی که واسه اون حیاتیه چاره ای نداری و یه بحث دیگه ای که گفتی حالا بحث قطعی اینترنت هست ریسکی که مردم ایران همیشه دارن یا اون محدودیتی که حکومت میتونه ایجاد بکنه این صحبت میکردیم اینها مسائلی هست که واقعا بهش باید پرداخته بشه یعنی اتفاقا اینها هست که اتفاقات جدی رو رقم میزنه و اهمیت داره مخصوصا میگم مواقعی مثل الان که اوضاع به نظر آروم میرسه یعنی ما باید اگه قبول کنیم اون مفهوم این که حالا اشغال شدیم اون واقعیت که اشغال شدیم هر چی هر چقدر میتونیم باید وابستگیمون رو به زیر ساخت این حکومت کمتر بکنیم بحث پول رو که صحبتش کردیم بیت کوین بود بحث دیگه در مورد دی اینترنته اینکه چیکار بکنیم کانکشنمون قطع نشه خب یه چیز جدیدی که حالا به وجود اومده و ما بیت کوین هم با شاشتاییم پروتکل ناستره و اینکه اطلاعات لازم نیست مثلا توی سرور مرکزی خارج از ایران حتما ذخیره بشه و مردم از طریق اون حالا ارتباط داشته باشن با هم دیگه یعنی میشه هرکس کس رله شخصی خودش رو راه اندازی بکنه و اینجوری مردم با هم کانکت باشن از طریق این وقتی رو بستر این با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن بتونن با همدیه دیگه کانکت بشن و این مسئله ای که خب خیلی به نظرم جذابه میشه در موردش بحث کرد کسایی که حالا اطلاعاتشون بیشتر هست بحث بکنن و اینکه ببرنش تو حالت آزمایشی حالت آزمون و خطا تست بکنن این رو و بعد هم شروع بشه حالا فان جمع کردن در موردش و این رو به صورت گسترده راه اندازی بکنه که یه موقع حکومت خواست اینترنت رو قطع بکنه حالا به طور کلی که نمیتونه قطع بکنه منظورم محدود کردن اینترنت خارجی است ما بتونیم با هم دیگه کانکت باشیم بعد اینجوری هست که ما از بستر ناستر از پروتکل ناستر استفاده بکنیم واسه ارتباط با هم حتی بدون اینترنت یا بدون اینترنت ایرانی بدون اینکه نیاز باشه با بدون اینکه اینترنت جهانی وصل باشه یعنی بابا خارج از اینا ارتباط داشته باشه یعنی منظور اینه که بدون اینترنت هم میشه از این پروتکل استفاده کرد داره ببین من نمیدونم این رو راستش خب اینو دقیق مطمئن نیستم البته حالا پارسال که اینترنت هم قطع شده بود اینترنت به طور کامل قطع نشده بود یعنی یک سری شرکت ها یک سری سرور ها بودن که اینا ارتباط داشتن با خارجی اینطوری نبود که کامل بتونه اینترنت رو حکومت قطع بکنه یعنی راههایی هست میشه در مورد این راه ها نشست بحث کرد تبادل نظر کرد کسایی که اطلاعاتشون بیشتره و یه راه چاره‌ای بیاندیشن یه کاری انجام بدن و این خیلی ارزشمنده این کار این کار خیلی خیلی ارزشمنده دستگی اینجوری هست که ناستر سایت نیست که بتونن ببندن ناستر یه پروتوکوله صرفا که مردم میتونن اطلاعاتشون رو با هم در میون بذارن و فکر میکنم توی این مورد محدودیت ایجاد کردن به مراتب سخته باشه حالا من بحث تکنیکیش رو نمیدونم شاید هم خیلی آسون‌ترم ترم باشه های نو. ولی چنین که به نظرم میاد فکر میکنم چون که یک سایت خاص نیست و فقط افراد میتونن اطلا... اطلاعاتشون رو با هم به اشتراک بذارن و توی سرور خودشون ذخیره بکنن و به هم دیگه برسونن هر فردی میتونه یه سرور باشه و این میتونه خیلی سخت بکنه کار فیلترینگ و از لحاظ نظری دسته کم درسته بهش ریلی شخصی میگن ظاهرا یه سیستمی میزنن با یه هاردی و اطلاعات رو خودم روی, روی همه... همه روی همین نودای بیت کوین موجود مثلا مثل, مثل ماینود و امبرل که خودم باشون تجربه داشتم توی دوتاشون این اتفاق میافته این امکان وجود داره پس بیام سراغت خواستم رو هندازه کنم واسه خودم از, از خیلی, امانی... خیلی, خیلی ساده است خیلی ساده است در ادامه اینو بگو که چه کارهایی میتونیم بکنیم واسه یه حرکت به سمت جلو حالا چه زرزمینی معرفی ناصر به مردم هست چه در زمینه جا انداختن بیت کوین بین مردم و به طور کل مفاهیمی که تا الان در موردشون صحبت کردی چه جوری اینها رو میشه گسترش داد چه کارهایی از همون ببین خب اول اینکه که تو صحبتو هم, هم گفتم ما باید بپذیریم که این پروسه زمان بره چیزی نیست که یه سه ماه شیش ماه اینا اتفاق بیفته یعنی ممکنه چند سال زمان ببره تا پخش بشه کل جامعه ولی این حالا اصطلاحاً اثر شبکه ای رو با باید فعالانه گسترشش بدیم یعنی اینطوری نباشه که صرفا رو اون روال طبیعی خودش رو اون روند طبیعی خودش گسترش پیدا کنه تو خواه ناخواه بالاخره مردم اثر نیازم که شده متوجه میشن که آره نیاز دارن از ریال کوچ کنن به یه چیز دیگه ای اما بحث زمانه این زمان خیلی مهمه چون من معتقدم هرچی زمان میگذره کنترل حکومت بیشتر میشه مهم. رو مبادلات ما و ما سختتر میتونیم کوچ کنیم رو چیزهای دیگه یه مثال عینی که بخوام بزنم برات پارسال دقیقا همین موقع بود عواسط آذر بود که یه روز بلند شدیم یه و دیدیم که اون حد اکثر محدودیتی که حالا حد اکثر مقدار ریالی که میشه واریز کرد به ارز دیجیتال داخلی رو حکومت از 100 میلیون آورده بود رو 25 می. یک چهار و حالا تصور دقیقا و حالا تو تصور کن اون موقعی که 100 میلیون بود مثلا میانگی قیمت دلار 20 25 هزار تومن بود یعنی تو روزانه مثلا 4 هزار دلار میتونستی خارج بکنی از شبکه بانکی و الان با دلار 50 هزار تومانی روزانه 25 میلیون که میشه روزی 500 دلار <applause> یعنی هی مدام داره سختتر میشه یه یعنی نمونه دیگهش اردی بهش ماه امسال که فی شبکه بیت کوین رفته بود بالا کارمزد برداشت آنچین رو این صرافی داخلی یک باره سه برابر کردن یعنی تا قبلش حدود س... سی هزار ساتوشی بود بعد یه شد صد هزار ساتوشی و تغییرم نکرد دیگه یعنی هزینه برتر کردن این خروج مثلا خارج بشه از ریال و مهم. چون ما یه حرکتی و... که انجام میدیم و اونا یه میبینن که یه افرادی تونستن که سریعتر توفیقی داشته باشن میان واسه اونهایی مهم. که عقب موندن این رو سختتر میکنن دقیقا دقیقا این رو دتکت میکنن و شبانه روز در حال حالا چه اون از نظر قانونی چه از نظر محدودیت های مثل همین مثلا افزایش کارموز که گفتن کاری میکنن که سختتر بکنن این روند رو واسه تو و جلوی این رو بگیرن تا جایی که دیگه تو پولت فریز بشه تو شبکه بانکی و هیچ کاری نتونی بکنی اولا هیچ کاری نتونی و بعد اتفاقی که میفته شبیه حالا پارسال خودتون تو کانال بیت کوین گذاشته بودید که توی نیجریه بیت کوین 70 درصد حباب گرفته بود امه. چرا چون اون های اون کشور دیگه خب در خدمات راه نمیدادن به مردم و اون جریان ورود بیت کوین به کشور یه بستش شده بود و بیت کوین موقع خیلی ارزش داشت مثلا یه حباب گرفته بود هر کسی بیت کوین داشت تو اون کشور یه خیلی ارزشمند شده بود رو اینجوری حتی درصد نسبت به قیمت جهانی بالاتر بود درسته آره دقیقا آه. توی اتفاق همین توی هندم هم افتاده و توی ایران هم وقتی که نخ بیت کوین رو مقایسه میکنم با اینجا به مراتب بالاتره همین دیگه یعنی اتفاق میفته مثل اتفاقی که خب واسه خودرو تو ایران افتاد چون واردات خودرو محدوده و خیلی سخته اینطوریه که یه خودروی خارجی چند سال کار کرده تو ایران سه برابر قیمت جهانی اون مدل نوع اون قیمت تو خارج قیمت میخوره چرا چون اون جریانه رو حکومت مختل کرده نمیذاره دیگه راحت بیاد توی ایران در زمینه حالا گسترش بیت کوین بین مردم با چه مشکلاتی برمیخوری این مشکلاتی که هست اول اینکه من حالا تجربه که داشتم مثلا از نزدیک شروع کردم حالا تو جمعایی که میرم خانواده دوستان و کنم در مورد بیت کوین اول اینکه تا میگی بیت کوین ذهنشون میره سمت ترید یعنی اولین آره، سوالی آره. که از میپرسن اینه که الان بیت خوبه بخریم یا نه <applause> 90 درصد آدم ها اینو و از ذهنشون به علت این تبلیغات زردی که میشه این پکیج فروش ها چیزایی که هستن میره سمت اینکه که آره وقتی اسم بیت کوین میاد ما باید مثلا یه سیستمی باشه بشینیم حالا نقاشی کنیم رو چارت بعد مثلا بخریم بفروشیم بعد فقط هم بیت کوین نه مثلا چیزای دیگه یعنی <applause> شده که من بیت کوین رو به یه نفر معرفی کردم بعد مثلا گفته که چقدر سود میده گفتم خب سود ثابتی نداره مشخص نیست ولی روندش تو بلند مدت اینجوریه که انقدر برابر شده انقدر سود داده بعد میاد میگه خب بیت کوین مثلا حالا قدیمی شده بریم فلان ارزو بگیم چند برابر مثلا میشه یعنی اون محتوای زرد خیلی به صورت فراگیر دارن تبلیغات میکنن و ویو میخوره این محتواها ها و ملت متاسفانه میرن سراغ واسه همین اولی مانعی که داریم اینه که این ذهنیت از بین بره که آقا بیت کوین یه ابزاره یه چیز مثل اینترنت ما روزانه هممون از اینترنت استفاده میکنیم بدون اینکه مثلا اطلاعات خیلی تخصصی در مورد اون زیر ساختای اینترنت داشته باشیم در مورد دانش شبکه برنامه نویسی این چیزا داشته باشیم و این ابزار بیت کوین هم همینطوره همه میتونن استفاده بکنن نیازی نیست یه, یه نفران مثلا دانش تخصصی داشته باشه یه سطح معلومات بالایی داشته باشه کل اون چیزی که نیاز هست تا ازش استفاده کنه شاید تو 7 ساعت نهایت بشه جمعش کرد بشه آموزشش داد یکی این مورد بود مورد بعدی این که خب خود مفهوم بیت کوین خیلی جدیده دیگه یعنی خیلی از چیزهایی که داره توش بشر قبلا باش مواجه نبوده مثلا داستان خود هزانتی بودن اینکه تو یه پولی داری و این پول کاملا متعلق به توه خب ما تو سیستم فیات این رو نداریم دیگه طرف میره پولش رو میذاره تو بانک و مطمئنه که یه کسایی هستن تو اون بانک از این پولش محافظت میکنن و دیگه خودشون دغدغه رو نداره که حالا حواسش باشه نمیدونم پولش رو دوز نزنه گم نکنه این چیزا ولی تو بیت کوین مسئله رو داری خب این یه مانع حالا میشه گفت ذهنیه و زمان میبره تا آدما بهش برسن هم. مسئله بعدی... خیلی این... ساده ای هم هست ولی همین پذیرش مسئولیت فردی بار خیلی سنگینی هست واسه خیلی از افراد آره دیگه یعنی اکثریت ترجیح میدن که پولشون تو اون ساختار متمرکزه باشه و بار روانی واسهشون ایجاد نکنه نب... تا اینکه بخوان خودشون نگه بعد مسئله بعدی که پیش میاد حالا نوساناتشه که این نوسانات من فکر میکنم در آینده زیاد واسه ایرانیا مطرح نخواهد بود مثلا حالا کسی که توی کشور جهان اول زندگی میکنه شاید نوسان روزی مثلا سه چهار درصد بیت کوین واسهش مسئله باشه یعنی براش نیرزه که بره حالا از بیت کوین استفاده بکنه ولی تو جایی مثل ایران که این وقوع ابرتورم در آینده این اجتناب ناپذیره اون نوسانات دیگه مهم نیست حالا من رو بچه خواستن یه خورده اطلاعات بیشتر بگیرن این مستند انقلاب بیت کوین کوبا که معرفی کردم توش این که مستند رو ضبط میگه که اینجا صحبت میکردم با مردم اصلا واسهشون مهم نبود که حالا بیت کوین از مثلا هزار بیاد تا چار هزار چون انقدر پول خودشون سرعت بیارزه شدنش رفته بالا که دیگه اینا حاضرن قبول کنن این توی کلامت همین الان یه سری کشورا شاید ایران هم همین جوری باشه نگاه نکردیم به نرخش الان قیمت بیت کوین به نقطه اوج تاریخی خودش رسیده با وجودی که الان بیت کوین چهل و خورده هزار اتفاق افتاد جانم تو ایران هم اتفاق افتاد هم آها. دو هفته آها. پیش بود که سقف قبلی ریالیشو زد آها درست. این هم بس توی ایران هم همین اتفاق دقیقا افتاده با وجودی که الان ما هنوز بیش از 20000 هزار تا با سقف تاریخی دلاری اون فاصله داریم ولی اعمل. توی ایران نقطه اوج تاریخی ریالیش خورده شده با وجودی که هنوز به اون قیمت اوج قبلیش از لحاظ دلار برنگشته آره دیگه اینطوری میشه که در بلند مدت اون نوسانات واقعا مهم نیست و البته اینم بگم که نوسانات بیت کوین در گذار زمان مدام کمتر و کمتر میشه حالا یه چیزی یه پستی بود یه بار فکر کنم زی گذاشته بود تو کانالش که صحبت کرده بود هرچین چرخهای های بیت کوین میره جلو اون نوسانات کمتر میشه چون مارکت کپ بیت کوین بزرگتر میشه و مثل طلا طلا الان مثلا مارکت کپی که داره فکر کنم 20 25 برابر بیت کوین باشه و نوساناتش خب خیلی کمتر هست تا بیت کوین واسه بیت کوین هم این اتفاق میفته دیگه یعنی هرچی به بلوغ میرسه سختتر میتونن قیمتش رو حالا دستکاری بکنن و نوسانات مثلا مقطعیش مدام کمتر و کمتر بسیار عالی فکر میکنم خیلی از موضوعات رو که در نظر داشتیم پوشش دادیم خیلی صحبت ارزشمندی بود منون از وقت دستوپید ریسکس فقط در قبل از اینکه خداحافظی بکنیم میخوام که در مورد لینک های مختلف خودت بگی و لینک های خودت رو معرفی بکنی و اینکه مردم چجوری میتونن کارها تا دنبال بکنن من محتوایی که میذارم همش تو دو... کانال تلگرام هم هست فقط جای دیگه ای فعالیت ندارم یعنی اینستاگرام اینو نیستم ناستر اه... هستی تو... ناستر هستم ور آره ناستر خب می نویسم یه سری چیزهایی ولی با چیزهایی که تو کانال میذارم متفاوت مطالبی که تو کانال میذارم اون حسنا در مورد خود بیت کوینه ولی خب تو ناستر هم با همین آیدی یه سری مطالب سیاسی اجتماعی می نویسم و آیدی کانال هم استوپید آندرلاین ریسکس هست اگه کسی خواست دنبال بکنه خوشحال میشم و یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اگر کسی این آموزش ها رو میبینه استفاده میکنه تا جایی که میتونه ترویج بده لازم نیست حالا حتما اون ویدئویی که من تهیه کردم یا مثلا محتوایی که من نوشتم رو مستقیم انتقال بده یعنی خودش اون برداشتی که میکنه واسه بقیه توضیح بده اگه میتونه این محتوا رو مثلا به شکل دیگه بیان بکنه یه ویدئوی دیگه بسازه نمیدونم یه متن راحت تری ن... بنویسه و هر کاری بکنه انجام بده چون یه مشکلی که اکثر افراد درگیرش هستن و خود من هم خوب بودم یعنی من از زمانی که کانال رو ایجاد کردم تا اولی محتوایی که نوشتم تقریبا چهار ماه فاصله بود بینش چون من شروع کردم در مورد بیت کوین تخصصی خوندم و هرچی جلوتر میرفتم میفهمیدم که چقدر چیز نمیدونم بعد یه جایی رسید دیدم که خیلی درگیر کمالگرایی شدم یعنی <applause> لازم نیست کسایی که حالا میان میخوان بیت کوین یاد بگیرن انقدر بیان و موشکافانه همه چیزش رو بفهمن همین که بفهمه چه جوری استفاده بکنه و این چطوری کار میکنه کافیه برای همین واقعا پیشنهاد میکنم اگه کسی در این حد رسیده هر جوری که میتونه میدونم کلاس حضوری بذاره تو جمعای دوستانه خانوادگی توضیح بده فروشگاه هایی که میره خرید بکنه پرزنتشون بکنه صحبت کنه در مورد بیت کوین بعضیا هستن باید رو تمعشون کار کنی مثلا بگی که آره این بیت کوین رو بخری سود میکنی حالا این تمع زیاد مانور ندن که سطح توقع فرد رو ببرن بالا یا رو اون احساس ترس طرف کار کنه ببینه بگه که آره ببین مثلا تو داری الان اینقدر مالیات میدی و اینقدر تورم میدی از بیت کوین استفاده کنی این خوبیا رو داره تو یه ضرر نمیدی بیشتر از این و کار کنه یعنی به صورت فراگیر واقعا کسایی که این مطالب رو خوندن و استفاده کردن توصیه میکنم که ترویج بدن این داستان رو و کمک کنن به این پروسه شبکه تو به اصطلاح به زبان خودت داری این رو ترویج میدی و با کسای ارتباط برقرار میکنی که زبان تو رو, تو رو می فهمن. من با کسایی صحبت میکنم با زبان خودم و کسایی دنبالش میکنن که زبان من رو میفهمن به خاطر همین نیاز هست که همه ماها تکثیر بشیم و به زبانهای مختلفی که باشون آشنایی داریم صحبت بکنیم حالا یه نفر خیلی وارد با آدمای سن بالا رو میتونه قانع بکنه بیان بیت کوین بگیرن من توی خودم چنین چیزی رو نمیبینم من توی همون جووناشم هم موندم یه نفر میتونه م. با جوونا بیشتر ارتباط برقرار بکنه یه نفر با قشر آکادمیک یه نفر با قشر غیر آکادمیک میتونه ارتباط برقرار کنه نیاز هست که همین چند صدایی ها وجود داشته باشه تا ما بتونیم این رو به صورت یک یه... هر زودتر به صورت یک شبکه گسترده گسترشش بدیم دقیقا هر کسی یه استعدادی داره و توی زمینه ای میتونه کمک بکنه یه نفر مثلا دانش برنامه نویسی خوبی داره میتونه بره این حالا ابزارهای جدیدی که میاد کیف پولای مختلف رو بررسی کنه در موردش حالا پی تهیه کنه ویدیو تهیه کنه و اینجوری کمک کنه یه نفر ممکنه حالا یه سری ارتباطاتی با یه رسانه هایی داشته باشه و صدای ما رو به گوش اون را اونها برسونه چون این که ما بتونیم از تیریبون اونها استفاده کنیم خیلی ارزشمنده و خیلی میتونه سرعت این فراگیر شدن داستان رو بالا ببره اگه از تیرگون اونا استفاده کنیم یه نفر ممکنه میگم توضیح دادنش خیلی خوب باشه خیلی بتونه خوب پرزنت کنه افراد رو تو اون زمینه کار کنه هر کسی بالاخره به نوبه خودش میتونه یه آجوری روی این دیوار بذاره و این روند رو ادامه خیلی ممنون از وقتت پیروز کامیاب باشی و شنوندگان عزیز از همراه شما هم سپاس گذاریم خدا نگهد امیدوارم از این قسمت از گرد آتش لذت برده باشید اگر محتوای من رو مفید میابید میتونید از چند طریق از من حمایت بکنید برای حمایت مالی میتونید هم از طریق پیتریان اقدام بکنید که میتونید یه مبلغ دلاری یا هر ارز دیگه رو انتخاب کنید و به صورت ماهانه به پادکست اختصاص بدید یا اینکه میتونید از طریق بیت کوین این کار را انجام بدید برای انتقال بیت کوینی هم پینیم من روی لینک تری من هست و هم آدرس شبکه لایتنینگ من همچنین لینک های من روی شبکه های مجازی و آدرس های من روی شبکه های مجازی روی لینک تری من قرار داره شبکه مجازی محبوب من ناستر هست خیلی خوشحال میشم من رو اونجا دنبال بکنید علاوه بر اون پادکست رو روی هر پلتفرمی که بهش گوش میکنید چه اپل پادکست چه کاست باکس یا هر چیز دیگه ای خیلی کمک میکنه که پادکست رو اونجا دنبال کنید و ریویو مثبت بذارید اگر هم محتوای من رو از طریق یوتیوب دنبال میکنید لایک سابسکرایب و کامنت فراموش نشه خیلی ممنون